این باید با عشق و محبت باشه. به قدری به مردم دروغ گفتن، به قدری شالاتان بازی کردن، به قدری بی اعتماد سازی کردن، به قدری تفرق براکنی کردن. الان با تنها نیرویی که میشه مردم رو بدور از ایدئولوژی، بدور از اینی که آقا من شاهیم تو جمهوری هستی، بدور از اینی که کمونیست اخه، سوشیالیست بده، این خوبه اون بده، هر ایرانی با شناسنامه ایرانی که خواهان تمامیت ارضی و آبی ایرانه، خواهان جدایی دین از ساختارهای حکومتی، خواهان اجرای منشور حقوق بشره، خواهان تساوی زن و مرد و به طور کلی هر آنچه که در قانون اساسی هر کشور متمدن و متجددی هست، ما دیزرو میکنیم از همه اونها هم متمدنتر و متجددتر باشیم، چون اصلا تاریخ تمدن و تجدد از کشور ما بیرون اومده، اینا بر سر در سازمان ملل گذاشتن. لذا دیشب که صحبت میکردیم وقتی گفتم میشه یک هنرمند بزرگم از یک آدم عامی، آدم معمولی الهام بگیره، گفتید 100%. گفتم جناب روستایی، ما یک مقبره کوروش رو که شما در تمام آثارتون هست بکشیم، بعد مقبره کوروش، بعد از کوروش هیچ شخصیتی رو من در تاریخ ایران به اندازه رضا شاه قدرتمند و با کفایت و حالا میگن ایشون بی سواد بود، ولی حتی با درایت، هوشیاری، فراست، شجاعت، مردانگی، غیرت، هر آن چه بگویی در این مرد بود. ایشون با اون اسب سفیدش از به اصطلاح این آرامگاه کوروش، ایشون با اسب در از آرامگاه کوروش میاد، یعنی کوروش تپری شده، ایشون داره میاد به فاصله مثلا نیم متر همین عکس محمد رضا شاه آریامهر بزرگ ایران پدر در کنار دست راست پدر داره حرکت میکنه، بعد شاهزاده رضا پهلوی دارن در خدمت به اصطلاح در همون رکاب دارن حرکت میکنن، و بعد 4-5-6 آدمی، انسان با معرفتی، با شعوری، نجیبی، وطن پرستی که میتونه یک نقاش باشه، یک پزشک باشه، یک سرباز باشه، یک وطن پرست باشه، با هر طیف سیاسی که مشخصن اینها در راه آزادی ایران میخوان این یونیتی رو انجام بدن، تصویراشون شفاف قشنگ کشیده میشه. داوود روستایی به عنوان یک هنرمندی که قلبش برای ایران میزنه، دکتر کامبیز و افراسیابی مردی که پزشکی که داره هم با کانسر میجنگه، یعنی با یک ده ده سلول کشنده داره میجنگه و هم داره برای ایران نبرد میکنه، با سلول کشنده سرزمین ایران بوده، مردی که از آریاب و آریایی و نژاد آریایی صحبت میکنه و هر چیزی که شما خودت تشخیص میدی، یه 6-7 نفری هستن و پشتشون یک جمعیت مثلا 50-100 یک میلیون نفری هستن که اینها صورتها تیره هستن، تار هستن. هر کس خواست به ما که سکویی دائما داره میگه ما 50,000 نفر آدم، انسان، ایرانی لازم داریم تا بتونیم ایران رو نجات بدیم، تا بتونیم به اون 4-5 میلیون جوان تو ایران بگیم ما برای سرنگونی رژیم اسلامی با شما همداستان هستیم، ما علکی نیستیم، ما برای براندازی و سرنگونی رژیم اسلامی در کلیت و در تمامیتش هستیم، مرگ بر حکومت اسلام. بعد هر کی به ما پیوست، عکس اون آدم رو شما با دستهای نازنینت اون شبح اون خیره میده کنار، اون آدم میاد و ما یک باره میبینی 10,000, 5,000, 4,000, 3,000 آدم کنار هم هستیم، در یک صدا دارند، رضا شاه داره میره، آریامهر داره میره، شاهزاده داره میره، مام داره میریم، همه اونم به عنوان کسانی که فقط برای آزادی ایران داریم میریم و به جایی که به ایران برسیم، جلوی مردم ایران که 31 سال زحمت کشیدن تعظیم کنیم، خاک ایران رو ببوسیم، بگیم شما تصمیم میگیرید که چه برای آینده ایران میخواهید، ما هیچ کاره هستیم. موافقید؟ بدون هیچ شک و تردیدی، یعنی تمام تعصبات، تمام خودمحوری ها، خودرهبری ها از حالا رژیم تعیین کرد، ما
مدیون اون بچه ها هستیم، اونا شلاق خوردن، اونا گرسنگی کشیدن، اونها تازیانه این اسلامیون سیاه. ما اینجا بغل اقیانوس آرام نشستیم، میخوایم براشون رژیم تعیین بکنیم، رهبر تعیین بکنیم، همه خب میخندن بریم. ولی زمانی که احساس کنن با قلبت همه چیزت رو گذاشتی که به اونها به پیوندی، اون موقع لیدرشیبی دورادور تو رو به نمایندگی خودشون تو رو میپذیرن که باهاشون با اینا بری حرف بزنی. بله بی‌تردید. درست میگم قربان؟ بدون تردید، بدون هیچ این شاهکار رو من از شما میخوام استدعا کنم که آغاز یک همایش، یک رستاخیز ملی در برون از مرزهای ایران باشه رو داوود روستایی هنرمند بزرگ تاریخ معاصر ما شکلش میده. همراه این تابلو ما رو جمع میکنه دوره هم که ما تابلوی بزرگ ایرانمون رو روی دست هامون برسونیم به قاهره، اونجا پیکر ابرمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه آریامهر رو شونه هامون بذاریم، به خاک ایران تحویل بدیم. اونجاست که دوباره خاک ایران شخ بخوره، دوباره مقوله شما بود یا دکتر بود، سیت جدیدی، تخم جدیدی باید کاشته بشه و این قطعه سرطانی از این خاک بیرون بره که این کثافت ها هستن که اون خمینی پتیار هست که تو اون خاک خوابیده. بی تردید، بی تردید. بله شاید اگر هنوز بودیم، هنوز این سنگر، این سنگر ملی، این آشیانه، این کلبه عشق روی آنتن موند به اهورامزدای ایران آریامهر، تلویزیون آریامهر تازه داره حلقه های آزادی ایران رو داریم به هم پیوند. بله بی تردید. بله و داریم به این نتیجه میرسیم که داوود روستایی، داوود روستایی، سعید سکویی، سعید سکویی، کامبیز افراسیابی، کامبیز افراسیابی است، رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی است، آریان وطنخواه، آریان وطن، آریان وطنخواه، اون هممون، ما خودمون هستیم و هر کدوممون یک ایرانی هستیم و برای آزادی کشورمون هر کدوممون لیدریم و هر کدوممون باید برای تباهی این رژیم و رهایی ملتمون دستای همدیگه رو بگیریم. دنبال رویا و دوباره 20 سال دیگه بشینیم و دوباره نمیدونم اصلا دیگه تمام. بله این کشتی ایران دوچار امواج سهمگینی شده که میره که غرق بشه و هر کدوم از ما یکایک ما ایرانیان هممون به سهم خودمون پاروی به دست بیرون داریم، پارو میزنیم. هرچه بیشتر عاشق و با حقیقت تر باشیم قدرتمون بالاتر میره و دشمنان ایران ترس و حراسشون فقط از یگانگی و همبستگی مردم ایرانه. مردم ایران اگر همه در کنار هم قرار بگیرند هیچ قدرتی در روی این زمین محال ممکنه که بتونه حریف این مردم بشه. الان برای سومین، چهارمین، پنجمین بار یک انسانی که تحت هیچ شرایطی یک مولکول انسانیت درش نیست به نام احمدی نژاد داره باز میاد آمریکا، داره باز میره سازمان ملل. اگر ما رسانه‌های برون مرزی و اپوزیسیون برانداز رژیم تا به 31 سال نتوانستیم 30-40-50 هزار نفر رو به علامت اعتراض اونجا ببریم و تمام ساختمان به اصطلاح سازمان ملل رو با فریادهای مرگ بر حکومت اسلامی نلرزونیم، یکی تلویزیون بخواد دو تا اتوبوس ببره و اون آیا غیر از خدمت به حکومت اسلامی کار دیگری دارن میگن؟ دارن میگن اپوزیسیون اینه. اون وقت دشمنان ایران میگن آره اینها اپوزیسیون، اینا کسن که اینا ابلهن، 70 میلیون با اونا همینن، همین اتوبوس این یارو سیاه‌بازه شالاتان است، اون یکی سیم کشه و اینا بلند شد. خیانت تا که هیچ راهی به جز یگانگی و همبستگی مردم نیست، هر کس به هر شکل با هر اسم. من با اجازتون دکتر یک شعری نوشتم در وصف این تابلو
تقدیم به محمد رضا شاه بی همتا به نام آریامهر ایران پدر عاشق ایران ایرانی واقعی به نام پادشاه دلها. ای پادشاه دلها فریاد ز تنهایی دل رفت و دگر نامد وقت است که بازایی. من چون خزه‌ای مرده افتاده به ساحلها تو چون صدفی زنده در بحری و دریایی.